ممنون. آیا همه انسان ها از نظر عدالت خداوندی یکسان آفریده شدند؟ چطور است که انسان ها از نظر درک و معرفت یکسان نیستند و یا استعدادی که در افراد گذاشته شده همگانی است؟ بعضی انسان ها با کمبودهایی به دنیا می آیند و بعضی سرشار از نبوغ و استعداد. این چگونه است؟ آیا این برمیگردد به عالم الست و عالم ذره؟ خود انسان ها قبل از آمدن به دنیای خاکی انتخاب کردند؟ بله، ببینید من یه نکته ای رو راجع به مسئله عدالت خدمت شما عرض کنم. ببینید عدالت یک مسئله ذهنیه، عدالت یک مسئله عینی نیست و نسبت به عدالت میشه دیدگاه‌های متفاوتی داشت. اما در تعریف عدالت من خدمت شما عرض کنم، عدالت اگر منظورتون به کلام عربی و قرآنی داستانه، عدالت به معنی این که انسان ها برابری نیست. عدالت همیشه در قرآن با قسط معنی میشه. قسط بدین معنی توضیح داده میشه، شما عدل و قسط رو میبینید در کنار هم. قسط به این معنیه که به هر کس به اون اندازه‌ای که ضرورت داره داده میشه، به همه یکسان داده نمیشه. یعنی فرض کنید من احتیاج به این دارم که چه میدونم در روز 1 کیلو غذا بخورم، یکی احتیاج داره چه میدونم 500 گرم بخوره، 200 گرم بخوره. وقتی که به اینها به اندازه این نیازشون داده میشه، اینو بهش میگن قسط، اینو بهش میگن عدل. اما اون چیزی رو که شما در قبال مسئله اینکه این توانایی هایی که به انسان داده میشه، این انتخابات، واقعیتش اگر نظر عرفان ما رو بخواید، ما چون در این دنیا در میدان ارزشی میفتیم و بعد چیزهایی رو میخواییم که بهمون میگن، در حقیقت زمانی که انتخاب کردیم اون انتخابی رو کردیم که میخواییم تجربه کنیم، اون انتخابی رو کردیم که میخواییم تجربه کنیم، اون چیزی که برای این جان جدید، برای این تصویر جدید ارزش اومدن به این هستی رو داشته. توجه به یک نکته ای داشته باشین، در میدان ارزشی اینها مطرح نیستن. ببینید باهوش بودن بیهوش بودن، اینی که فرمودین، ما یه موقعی هست در میدان ارزشی صحبت میکنیم، بسیار به عرضم عنایت کنید، ما میایم میگیم آقا جان بعضی آدم ها هستن مثلا چه میدونم 10 سالش بوده پیغمبر شده، 5 سالش میره دانشگاه، داشتیم در چین دیگه شاید 25-6 سال پیش بود، شاید هنوزم داریم، 10 سالش میره چین، از این چیزا زیاد میشنم. اون وقت یه نفر به زور 2 تا چیز رو بخواد یاد بگیره، این مسئله یک مسئله هوش، نه ارزش انسانی. نفس روح القدس در باز مدد فرماید، دیگران هم بکنند آنچه مسیحا کرد. یعنی اگر الان جبریل بیاد اینجا به من بگه تو قدرت شفا داری، خب منم یه دست به هر کی بکشم شفا پیدا میکنه دیگه، ولی ما اینو یک برتری میبینیم دیگه، درسته؟ اگر من در سن چه میدونم 8 سالگی رفتم دانشگاه، این یک برتریه که به دیگران دارم، این در میدان ارزشیه. حافظ دقیقا به همین نکته اشاره میکنه، چون شما گفتین خدا رحمت کنه یک زمانی در ایران همین صحبت با یه استادی، شما معمولا نام نمیبرم ولی مطمئنم میشناسین، این صحبت مطرح شد سر یکی از قدیسین اسلام که آقا خب وقتی که یه همچون چیزی میشه که یکی در این سن و سال به این مقام میرسه، خب من هم بشه میشم. دقیقا صحبت سر همینه، تویی که این فیض رو نداشتی، جایی قدمی برمیداری، جایی حرکتی میکنی که صدها از اینها باید بیان در مقابلت کرنش کنن.
بسیاری مسائل در عرفان مهم ها، یعنی یک جایی میبینید ما کاری نداریم، حتی همین مردم ظاهربین که ارزش ها رو به ظاهرهای اجتماعی میدن در مقابل سر تعظیم فرود میارن. نه 5 سالگی دانشگاه رفتی، نه 15 سالگی به مقام نبوت رسیدی، نه نمیدونم ماه پیشونی بودی، هیچی نبودی، اما یک جا فلسفه هستی تو اونچنان شکوفا شد که تازه میبینی چقدر زیباست که تو اونها رو نداری، چون خیلی فرق میکنه. به قول مولانا کلام خیلی زیبایی رو میگه. ما اصلا کاری نداریم یوسفی بوده، نمیدونم عزیز مصر شده، اینا رو بذاریم کنار، اینا بعضی تو مذاهب گفته شده. میگه یوسف تو چاه بود، تو زندان بود، اومدن سوال کردن که اذیت شده بود، این به یه نفر اومد توی زندان و گفتش که آقا تو رو به خدا بگو منو از این زندان اون به اصطلاح چیزا فرعونینا خلاص کنن. وحی نازل شد که 7 سال دیگه تو این زندان نگهت میدارم، من خدا نگهت میدارم. یاخه چرا؟ میگه برای اینکه فرق میکنه اون آدمی که ندیده، تو دیدی ولی باز کم آوردی. اینها اون چیزهایی که در انسان هست. اونی که هیچی رو ندیده و اصلا نمیدونه خدایی هست، زندگی بعد از این هست یا نه، اما برای من توی انسانی سار میکنه، از خودش میگذره که من زنده بمونم. اینا خیلی متفاوته. همه چیز رو در یک سری معیارهای اجتماعی نبینیم. ما خیلی کارا میتونیم بکنیم. بفرمایید.